شنوندگان برنامه خوب دیدان و تنور، هر کجایی که هستین خدا کنه خوب و صحتمند باشین. خوش آمدین به برنامه ما. و ما امروز آمدیم در سرک سیم پروژه تایمنی در شهر کابل هستم و اینجا یکی از رستوران هایی است که خانمای زیبای بدخشی ما غذای محلی بدخشان را تهیه میکنه و امروز ما آمدیم که غذای بدخشی را با شما به تصویر بکشیم که نام و غذا است مستاوه. اینکه مستاوه چه قسم غذا است و چگونه آماده میشه ما را بیننده باشید. و گپ جالبی که دوستان هست که نام رستوران بسیار جالب است، نخچیر چی معنا؟ اینکه چی معنا از خودشون پرسار میکنیم. حال هم داخل رستوران هستم دوستا و اینجا همراه من دو خانم بسیار زیبا لایق از ولایت زیبای بدخشان هستن همراه من، و خانم همیرا و همچنین خانم نزاره. سلام، خوب هستین؟ تشکر، شما خوب؟ خوش اومدید. سلامت زنده، شما خوب هستین؟ بخیر. تشکر، خسته نباشین. زنده باشید. تشکر، لطفتون. خب خانم همیرا استاد هستن در رستوران نخچیر. پیش از یک طرف سوالات دیگه بریم، همین نخچیر بخی اما تو چی میگن کار خانگی مشروع بود نخچیر؟ نخچیر که نخچیر چی معنا؟ بسیار نام مقبول است، میخوام از زبان استاد بشنوم که نخچیر یعنی چی؟ نخچیر یک خاندان آهورا به نام نخچیر یاد میکنه. خاندان آهورا. اما تو راست خاندان آهورا به نام نخچیر میشه. اما تو راست که تو چی میگن خانمای بدخشان شما هو مقبول مقبول هستند دیگه، به من ماندین. تشکر، لطفتون. سلامت باشین. خب خانم خانم امیرا، درباره کارتان بگین که از دمی کابل زندگی میکنین که در بدخشان میباشین؟ نه، من در کابل زندگی میکنم. مدتی کمی میشه در کابل زندگی میکنم. در کابل میباشین و شما همچنان؟ خیلی خوب. خب شما استاد هستین در رستوران، چقدر شاگرد دارین از خانمام؟ از یک نفر است از خانمام. یک نفر است. نازدانه و گلدانه هستی. صدکار زیاد نمیکنی. خیلی خوب. چند غذای بدخشی را خودت یاد داری؟ غذای بسیار مشهور داره، بسیار مزدار مزدار. کدامش را خودت میتونی پخته کنی، تهیه کنی؟ غذای مشهور بدخشان؟ خب فعلا که به شما تیار میکنم، مستاوه تیار میکنم که یک غذای محلی بدخشان است که در عید قربان بعد از قربانی روز دوم قربان آماده میشه در بدخشان. دیگه این من تو واشک و بعضی چیزایی که در کابل هم هست باز در بدخشان به دیگه قسم تیار میشه آماده کرده. ترس هیچ دیگه رقم مثلا دیگه مواد هم اضافه میکنین. بسیار غذای مشهور داره کشور ما و همچنان ولایت زیبای بدخشان ما غذای محلی بسیار مشهور داره و این رستوران هم به خاطر است که یه غذای بومی یا غذای سابقه ای که از بدخشان مونده ما میخوایم که اینجا ترویج بدیم و آماده سازیم. بسیار خوب، واقعا عالی است و افتخار است بر ما. بسیار زیاد لطف شماست. بخیر باشید. سلامت باشین. خب اصلا بر ما بگو که مستاوه چه قسم آماده میشه، کدام مواد لازم است و چی کار کنیم؟ حالا میام آشپزخانه میریم، ما مواد لازمه مستاوه رو به شما نشان میدم و آماده میسازیم با هم که ببینیم چه رقم مستاوه. من پخته میکنم یکم یاد بگیرم. عزیزم با شما را میمان کنم. بخیر. پس خانه میریم و مواد لازمه را به شما نشان میدم و طرز تهیه مستاوه را که چه قسم آماده میشه. خیلی خوب، با ما همراه باشید که مستاوه چه قسم غذا است و چه قسم موادش لازم است و چگونه تهیه بشه. جانی مواد لازمه مستاوه است که نخود است، برنج است، گوشت، روغن، نمک، زردچوبه. بله. ما قبلا آوا در سر گاز موندیم که در حال جوش خوردن است. گوشت و نخود هم میندازیم تا که در ظرف نیم ساعت آماده شود، بعد جوش بخورد. خانم با سلیقه وقت اول مانده که جوش بیه سر گاز و فکر کنم کم کم جوش هم میایه. خب اولین کاری که میکنیم نخود هم اندازن. اینا بله، آب مقدار زیادی که کار است هم خود جوش داده نظر با مقدار ضرورتی گوشت و بله آل نخود و گوشت داخل دیگ است. اینا میخواین جوش بدین؟ اینا جوش میدین که تا پخته شود. خب چقدر وقت این میگیره؟ نیم ساعت. خب وقتش به ما اندازه که گوشت و نخود نرم شود. به ما اندازه که من دیگه باید تست امتحان میکنی که نرم شود. گوشت و نخود نرم شود بعد از او ما دیگه از دیگه مواد لازمه استفاده میکنیم. و بعد از اون زردچوبه را در روغن سرخ کرده میندازیم، برنج میندازیم که تا نرم شوه. این یالی سرپوش از زیر گذاشتیم تا اینکه نرم شوه. بله، ولی گفتن همونه که آشپزخانه شما بسیار مقبول است اینجا، همه چیز هم افغانی، فرهنگ خود کشور ماست و همچنان بدخشی. بدخشی.
بدخشانی که یاد مونه را بدخشانی ببین چه سمالای مقبول بافتن و ایره خودشان میبافن به دستای خودشان و اینو کاسای اینجا همه چیز هم تو وطنی است کاسای اینو فرهنگ کشور ما است خیر کاسای گلیس است کاسای گلیا بسیار خوب و رو اینا کاسای گلی وطنی و در بدخشان مثلا مناطق مقبول است این هم کاسای گلی هست که اینا استفاده میکنن برای کسایی که بیمار میه بینجا برای اونا هر چیز میبرن سالات و نان خیلی در میرستانان در چیز است کاسای گلی استفاده بله بسیار خوب خب فرهنگ کشور خود ماست دیگه زنده باشین خب در بدخشان بسیارم تو مناطق بسیار مقبول است جرم است کشم است فیض آباد است باز فیض آباد پایین و بالا است نه فیض آباد مرکز است کشم پایین و بالا است نه خیلی خوب شما از کجا هستین از بدخشان از خود بدخشان از خود فیض آباد هستین از مرکز بدخشان است خیلی خوب بدخشان آخرین ولایت کشور ماست نه آخرین ولایت کشور ماست به روز سرحد است دیگه تاجیکستان نگرفتی کدام جای نرفتی چی نه چرا بودن زگا من سایگی ام سایگی کامره تاجیکستان خیلی خوب نزارا جان دیگه من تو نازانه از دیگه من خدا چاق که ناخ مت چی میگه نزارا جان کی هست نزارا جان اینا از یک ولسوالی دوری بدخشان هستن اینا از شغنان هستن بیانی این طرف بیام میبینید که کل خواندن های و نرمند ها به دخترهای شغنان ای لالی بدخشان ای دختر شغنان خاص شغنان است مردی فرق هم برای ازی خواندن کرد به به چهرش هم میبینید که همه تا مقبول زیبا نه تو نگو دیگه ما همی جست بسیار خوب واقعا همه مردم افغانستان شریف و مقبول و زیبا و با فرهنگ هستن و ولایت کشور ما همه مردم بسیار مردم با فرهنگ میمان نواز و بسیار مردم خوب داریم ما شما سلامت باشین و میمانیم به یک نیم ساعت تا که گوشت و نخود کمی نرم شود مترا جان تو که ملایت ها می روی بله چی خاطرات داری از مثلا اطراف نی رفتن اطراف بزا مشکل است در اوجه چی گفه از با خانیما که برمی خرید چی حالت ها رو می بینی چقدر سوال خوب بخیر تا حال هیچ کس از من سوال نکرده بود قربان دان واقعا رفتن در ولایت کشور ما یعنی مناطق شون و با فرهنگ شون آشنا میشی میری میبینی مردم شریف ما را میمانوازی میکنه از پیش ما که اینقدر آدم خوشحال میشه که یعنی چنین مردم هم ما در ولایت خود داریم مردم بسیار شریف مردم بسیار خوب میمانواز و بخصوص دولت زیبای بامیان رفتیم بسیار برنامه خوب داشتیم و تشکر از شما دوستایی که برنامه ما را دیدین تشویق کردین کامنت های خوب برامون گذاشتین یک جوان سپاس و میفهم خاطر جلو مچی بود دولت بامیان کلی خواستگار ما شده بود تو عروسی کرده یا نکرده؟ کلی شش تا کرده بود عروسی عروسی نکرده که امروز من خدا چنگه کنم برشت من قدر رو بگه نمیگرم اگر بدخشانی نمیگری که از همین جو من خدا چشم یکی بدخشانی یکی بامیانی یکی هم کندوزی یکی هم جلال آبادی خوب از هر جایی بسیار خوب خب شوخی کردیم واقعا که مردم بسیار خوب داریم مردم بسیار شریف داریم یک جان سپاس ما احترامتون بسیار زیاد داریم و حالا هم بر اینجا داخل دیگ انداختن خانم مایرا تا اینکه یکم نرمتر شوه باز به خیر خواستگاری پشت من بیا از خود دا من نمی کنم من خواستگاری میام چشم خیلی خوب کوشش کنید بدخشان هم یک دفعه برید برنامه داخل بدخشان هم برید تیم دیگدان تنور فضای زیبای بدخشان اونجا برید با خانما بله هدف ما همی از خانم مرا تیم رستوران بسیار خوب در بدخشان هم داخل فیض آباد است مکمل از خانما جور شده با وجود سر بزنید که ببینید بله خیلی خوب و آل هم برین چه داخل دیگ انداختن چند دقیقه میمونید داخل دیگ دیگ نرم شوم خب بسیار خوب خود نرم کنم بله آل برنج نه خود گوشت داخل دیگ از داخل آب تا که کم نرمتر شد برنج با هم منتظر میمونیم و خود نرسی کنید بله نرسی کنید خب یک آهنگ بر ما میشه که آهنگ بسیار خوب زمزمه کنین بدخش خیر است باز با روز خدا بر کار میکنه خب برو آهنگ خیر است یک خاطره جالب شده میخوای بشنم از شما که یک خاطره جالب تانه بگین دیم طول از نگیتان یک روز از نزدیکی یک از خبرستان تیر می شدم همی اطفال خرد خانه را دیدم یکی از بچه یک بچه خودم بود و یک دو نفر تو داخل خبرستان بود من که بلجه به بدخشانی میگم ما چنگ پای میگم می فهمم قبلا می فهمم باز ده اونجا بود ما صدا کردم اینا را که چی میگنید شما در اینجا از خانه فاصله ازو زیاد بود گفت من سر خبری بابا می اومدم قرآن می خوانم گفت وقتی که من گفتم خو خرد بودم گفتم تو چه خواندی
گفت خب خواندم خیلی بعد پس چی گفتی دو آخر خواندنت؟ گفت استاد چون طرف مردا گفتم که از توجهتان تشکر. یعنی طرف مردا پس گفته که از توجه شما تشکر. این که خورم خواندنی من گوش گرفتی از توجهتان تشکر. بسیار جالب. خب زندگی از دیگه آدم خاطره خوب می داشته باشه، خاطره بد هم داشته باشه. خود قد قد خنده می کنید. خب نه لکه کم خود هم گپ بزن صحبت کن برای ما که کجا می باشی؟ از کجا؟ از شغنان قصه. از شغنان زیبا قصه که برای ما شغنان چی گپ هست؟ یک شهور برای موجه پیدا کن. پیدا میکنم مگه خوش کنم مال کجا زیاد هست شوخی میکنم. فامیل در شغنان هستم. خب بسیار خوب. خوب. آره شهر کابل زندگی میکنید. خب کدام غذا در شغنان هم مشهور است؟ غذای محلی؟ غذای محلی و نهلوهای سفید. چیزا دیگه هست زیاد است؟ زیاد است. بسیار خوب تشکر. این میترا جان دیگه خدا نرم کده برابر کده. بله. این حالی را پایان میکنیم یک ذره آوی داغ دیگر هم باز دهی مندازیم که اوش کم شده. و زرچوبه را میخوام آماده کنم. همیدی زرچوبه را آماده کنم. زرچوبه را چی میکنیم؟ اینجا میمانیم زرچوبه را اول در روغن سرخ میکنیم باز داخلی از این میپرتویم و نگفته نمونه که یک قصه دیگه برات کنم که همین مستوه را در بدخشان خاص در روز عید قربان پخته میکنند. اما کسایی که قربانی دارن از شب روز اول عید قربانی میشه و از شب آمادگیش گرفته میشه باید 100% بچه های صبح آماده باشه که مردم از مسجد که خانه هر کس همون کسایی که قربانی کرده خانه از اون مردا در قدمی اول میره و دیگه که مستوه ما آدم آماده باشه در هر خانه که هست اون دیگه مستوه میخورن با یک چیزی دیگه خو اینجا کاسه میگن ما به نام چینی یاد میکنیم به بدخشانی اگر چه خو اون چیزی چینی بوده اون بسر چیزی چینی باز دیگه اون چینی چینی مستوه نوش جان میکنه. بله واقعا رواجای مختلفی از کشور ما مثلا جالب است که تا که مستوه در خانه یک کس آماده نباشه بیدی نمیرن دیگه هیچ اصلا. خدا کنه که سرمایه هر این نفرم در بدخشان باشه جز مسائل یه چیز سرمایه. بله حالا هم میخواین که زردچوبه رو سرخ کنن. چرا زردچوبه رو سرخ میکنین؟ زردچوبه رو سرخ کنین طعمش خوبش میشه. بخاطر طعمش که خوب بیاد. بله زردچوبه رو بخاطر سرخ میکنیم که طعمش خوب شو این بوی خامبویا که زیب رد از خاطر زردچوبه در روغن سرخ میشه. و دیگه دایی دیک مونم کمی نمک میپرتیم و آوش هم کم است آوی داغ باز آورده نظاره؟ ایش دیگه من رو تنبلی هستی تو نظاره جان میره آوی داغ میره یا آوی جوش میره آوی جوش میره خواهینی آلی من زرچوبش هم میپرتیم آل هم زرچوبه داخل دیک هم داختم تا یکی تعمش خوبتر کنم همی گوشه کمه که خام بویم میتایم مستوه دنمی زرچوبش هست همی داشت کلی گپی می زرچوبه مستوه در زرچوبش هست یعنی آلی آماده شد چون آبی از این کم شده باید یک داره داغ دیگه سری از این بندازیم که آش زیاد جایی ببینید که چقدر اگر رنگ خوب شد به خود گرفته رنگ زرد هم تو شفاف قربان دستایت واقعا که چی میگم بسیار تو با سلیقه منظم و امرای گفای شنین تان نگام شنین تر ساختین برنامه ما را و بسیار قصه خوب بر ما کردین قصه گذشته را کردین بسیار خوش گذشت واقعا تشکر خدا کنه که بر شما را خوش سر شده باشه واقعا خوب من اگر زیبا بر رستوران شما همیشه بخیر میم خب حالا چی میکنیم استاد؟ حالا آوی از این کم است یک ذرا آوی داغ دیگه یک کاسه آوی داغ دیگه در این خب حالا بالای گاز میمانین؟ یک کم دوگام اضافه میکنه و جوش و بالای گاز میمونن تا یک دقیقه و پنج دقیقه خوب جوش بخوره خوب آماده شه مکمل باز بعد میخورم و میگم که مزه مستاوی بدخشی چه قسم است
دوستان ما داخل رستوران هستم در یک جای بسیار مقبول که هموطنان ما میان به خاطر خوردن غذا در اینجا و فضا بسیار مقبول است، همه چیز فرهنگی هم تو چی میگن وطنی است، واقعا بسیار زیبا است. خواستم چند کامنت شما دوستان در یوتیوب برای ما گذاشتین، بر شما هم بخوانم که دوستان ما لطف میکنن واقعا نظریات شما در برنامه بر ما بسیار مهم است، ما دیگه قوی قوی تر میشیم، میخوایم که برنامه خوبتر و بهتر بر شما داشته باشیم. امیر عبدالله گفته که الله دهنم را آب زد، دلم را پر شد از خوردن این غذا، واقعا برنامه آلیس میترا جان حتما از غذایی که در بامیان شما داشتین، واقعا غذای خیلی خوب و عالی بود و ما هم به خاطر خوردن این غذا به کابل حتما میایم. بخیر بریم، منتظرتان هستیم. سلطان پوپل گفته که میترا جان عزیز عالی هستی، نوش جانت، واقعا من همچنان برای اولین بار است که تای خوردن کلوخی گوشت مرغ نیده بودم و نشونده بودم و براستی برای دن بامیان باستان اگر پرنده می بودم بال می کشیدم و می آمدم بخوردن این غذا. بیاین پرنده و همچنان آینه جان گفته که سلام مختار ناز بادم و شوخک، تشکر، یک برنامه عالی، بسیار عالی، حرف نداره و این برادر حسین نام خدا چی یک طوله نواخت، واقعا طوله بسیار مقبول نواختن برادر حسین جان که در برنامه بامیان داشتیم به شما دوستا و در این وطن عزیز ما چی اشخاص با استعداد پیدا می شود، اما افسوس که خانه هرچی جنایتکار است خراب شد و انشالله بسیار خوب. و همچنان میلاد جان گفته که یک برنامه عالی، بسیار یک جای عالی، از این برنامه خیلی لذت بردم، موفق باشین. شما موفق و کامیاب و کامگار باشین. تشکر از شما که برام کامنت میگذارین، لطف میکنین، برنامه ما رو تعقیب میکنین. یک جان سپاس، منتظر نظر شما دوستا در برنامه ما هستیم و حتما ما استفاده میکنیم در برنامه بعدی. و حال هم منتظر هستم تا اینکه مستاوه بیایه و بخورم بگم چه قسم مزه میده. بله، آل هم مستاوی بدخشی آماده شد و تشکر از خانم آمیرا که بسیار واقعا زحمت کشیدن، بسیار منظم یک سرخانه مقبول بر من جور کردن و من هم داخل کپی بسیار مقبول هستم، کپی افغانی که همه چیز افغانی است و بسیار منظم و استایل و دیکور دیزاینش بدخشی است که بدخشی جور کردن نیره. و اینجا شما هم میبینید که مستاوه آماده هست، مستاوه رو بر ما آوردن و نان خشک و همچنان ای هست، داخلش چکنی هست، چکنی تون که یا مچکنی بسیار مقبول است، افغانی هم تو گلی و همچنان چکه بر ما آوردن که هم داخلش چکه است دوستا و میخوایم که چکه و چکنی در مساوا اضافه کنم بخورم که مزهش چگونه است. بعد هم چکنی و یکم چکه و تمام مواد داخل مستاوه هست، اوش مکمل است، گوشت است، نخات است، برنج است و چکنی و چکه هم اضافه کردم و یک رنگ بسیار مقبول به خود گرفته، هر کسی که باشه دیگم ورخطای ازی است که باید بخورم. به به وقت قرمز بود است، خوشمزم، عالی است و بویش بسیار بوی لذیذ دارم و حالی از دوستان. بسیار خوشمزه است، جای شما خالی دوستان عزیز، شما هم دهانای خود عزیز جور کنین، تیار کنین، آماده کنین با فامیل دوستان خود نوش جان کنین. یک غذای محلی بدخشی است که در عید قربان همدانان ما در ولایت زیبای بدخشان عظیم میخورن در نیمانی های خود و شما هم میتونید که آماده کنیم. سر غذای مزه دار است، واقعا خوش مزه و خوش رنگ. بسیار عالی. و ای بود دوستای عزیز برنامه این هفته ما تقدیم تان کردیم در برنامه دیدار ما تنور و تر صحیح مستوی بدخشی رو به شما گفتیم که چه قسم آماده میشه، کدام مواد لازم است، واقعا غذای بسیار مزه‌دار، خوشمزه،
و شما همتون در خانه خود در جایی که میله میرین در عید قربان عید رمضان آماده بکنین. و تشکر از همراهی هر که شما دوستا که برنامه ما رو بیننده هستین، چنل یوتیوب رو حتما سابسکرایب بکنین، لایک و کامنت در برنامه یاد تا نره. نظریات شما دوستا بر ما بسیار مهم است. هر جا که هستین جور ساعت من سر حال باشین. خدا نگهدارتون تا دیدار بعد.